یک قصر رو هزار دریچه. دوستای خوب سلام، شما برنامه یک قصر و هزار دریچه رو میشنوین. آیا شما از جمله کسان هستین که همیشه کتابچه و قلم در جیبشان است و گپای مهم نوشته میکنن؟ یا از جمله کسان هستین که به حافظه و مغزتان اعتماد دارین و به جای نوشته کردن موضوعات مهم به حافظیتان مسپارین؟ به نظرتون کدام یک بهتر است؟ در این برنامه لالو ماما در می باره به مهمانای یک دریچه را باز میکنه، چون موضوع برنامه درباره یادداشت گرفتن و اهمیت آن است. لالو ماما درباره یکی از گرانبهاترین دست نوشته های تاریخ هم بر ما معلومات میده. پس با هم برنامه را میشنویم. آن شبانه خوار، لالو ماما برپای پیش دروازه قصر پاک میکنه. آه صابر، بیا که موتون پیشش بریم. مهمانای گلم، چشم و چراغ دلم، خوش بین با قصر، هم در صبح و هم در عصر. سلام علیکم لالو ماما. و علیکم السلام، خوش آمدین اوجوانا. لالو مامای میربان، همیشه خوش و خندان، بشنو که صابر جان یک چیز میکنه پرسان. آه لالو ماما، میخواستم یک چیز پرسان کنم. خو مچم چی بود؟ دمی باغ قصر که داخل شدم بیخی از یادم را. از شما چی بود؟ کمی چرت بزن، شاید یاده بیه. نه لالو ماما، صابر لالم یاد فراموشی داره. یک دفعه که یک چیز یادش رفت دیگه با آسانی به یادش نمیایه. شبانه خوار، تو هم خود چندان حافظه خوب نداری. خوار نشو صابر جان، کاش که امو گپی را که میخواستی بپرسی در گرق نوشته میکدی و یاداشت میگرفتی. چی لالو ماما؟ یاداشت میگرفت؟ یعنی چی رقم؟ شما خوب بیاین که داخل دالیز قصد بریم، باز گپ میزنیم که اینجا خنوب نخوریم. نه داخل دالیز قصر خواه مدین. آ لالو ماما، خودت گفتی کاش که صابر لالم یاداشت میگرفت. آل بگو که چی رقم یاداشت میگرفت؟ از شما چی پود؟ شما خود جوان هستین و خط و نوشتن یاد دارین. اگه یک کتابچه که خورد و یک قلم در جیبتان باشه بسیار خوب میشه. باز هر چیزی را که خواسته باشین یادتان نره، زود کده امور را در کتابچه تان نوشته کنین. لالو ماما بسیار یک گپ خوب گفتی. شبانه خوار، چی میگی که لالو ماما دمی باره یک دریچه را با ما باز کنه؟ از چی بهتر اگه لالو ماما قبول کنه. بدو دیده این ایام دریچه تیار و آماده با جوانهای کاکه. دوستای خوب سلام، من خبر رسانک قصر هستم. شما درباره یادداشت برداری چی فکر میکنین؟ که یادداشت گرفتن چی معنا داره و شامل کدام چیزا میشه؟ و آیا نوجوانا یادداشت برداری میکنن یا خیر؟ در میباره صدای یک تعداد دوستای ما رو میشنویم. عبدالله هستم، فرزند سنوبل، متعلم صنف 11 هم از ولایت کاپیسا و قریه اروکی. من همی عادت ندارم که یادداشت بگیرم در زندگیم، دیگه یادداشت نمیگیرم، نه قرضی را که برکسی میتم یادداشت میگیرم، نه قرضی کس کسی میگیرم یادداشتم نمیگیرم، نوتی را که استاد برام میته یکم وقت یادداشت نمیگیرم بوده. دیگه بازی مشکل برام پیدا میشه که من روزی که استاد مرا پرسان کرده که بخیم من درسی را که دیروز بردادیم او را برام تشریح کن یا بخون، من که یادداشت نگرفته باشم او را در کتابم یا کتابچه‌ام، دیگه بازی برام جنجال جور میشه، استادم سرم کار میشه. نام من محمد سمیر است، فرزند عموین هستم، متعلم صنف 10م. یادداشت کلشته نکنیم مشکلی است که چیزی که از یاد ما رفت که یادداشت نباشه با پیدا نمیشه. دیگه دوستای ما گفتن که یادداشت برداری و نوشته کردن نکات مهم یک موضوع در کتابچه مخصوص مهم است. شنوندای عزیز، یادداشت نوشتن همی است که بعض موضوعات یا نکات عمده و اساسی را که در متن درس، کتاب یا جای دیگر متوجه میشیم و فکر میکنیم که این نکته ها ممکن است به کار ما بیاین و حفظ داشتنشان ضروری است. برای از این که فراموش ما نشن در کتابچه مخصوص نوشته میکنیم. حال دمی باره گپای یک تعداد دوستای ما را میشنویم که یادداشت نوشته کردن و از فایده های یادداشت گرفتن بر ما میگن. محمد تنین، ولد ذکر الله. خوبی هایش یک است که ختم خوبش میشه، دیگه یادداشت به خواندن ما زیاد فایده داره که یاد میگیریم خطا و بیشتر به ما کمک میکنه در گام کارهای خوب، مثلا در بازار میریم سودا از خانه به ما میگوره نمشته میکنیم، دیگه یک چیزی که به کار خودمون باشه از میخوانم نمشته میکنیم که یادمون نره. پس
هارون رحیمی هستم از ولسوالی کروخ از ولایت هرات. درباره یادداشت برداره فایدان، یعنی وقتی که ما فرسال یک فیلم متن مستند کدام کتاب چیزی میخونیم باید از روش یک متن چیز بگیریم بخاطر که فراموش نشه. ما باید نکته نکته را از داخل کتاب، نکته های مهم نه تمام کتاب، نکته های مهمی که درباره آن کتاب میخونیم میبینیم که فواید یعنی باید حفظ شه. نکته های مهم مهم است از شورنوت بخاطر میکنیم، بعدا روی از نوشته میکنیم و بیشتر اوقات تیار میکنیم و حتی امی شورنوت ها بیشتر به درد میخوره. فرسال در یک کنفرانس یک محفل شما میخوایم سخنرانی کنیم، من خودم بسیار وقتا همیشه شورنوت به کیسه خود دارم. اسمم خالد است. یاد داشتی تو خوب کار است که یک تعریف را استاد میده، یک چیزی را در تخته نوشته میکنه، او را یاد داشت کنیم، بعدا میتونیم خوبتر یاد کنیم. اگر او در کتاب باشه یک ذره جنجالی تر از صورت زیادتر برای ما با میگو، ما حساب خود را گم میکنیم. اگر یاد داشت بگیریم و مور از تخته نوت بگیریم، خیلی خوب بر ما تمام میشه، واضح بر ما میسازه، استاد خیر ببینه یادش میگیریم. و بعد اوقات که یک چیزی یاد ما میره، اگر یاد داشت داشته باشیم میکشیم میخوانیمش و پس دوباره یادش میگیریم. اگر نباشه باز مشکل میشه برای ما. این کتاب شما در بعضی اوقات خیلی مفید برام تمام میشه. بعضی اوقات که در خانه یکم چیزا را میگو دو نوشته میکنم، باز از بازار ضرورت خود برآورده میکنم میارم. اگر اون کتابچه نباشه اوجا بگه بر در خانه بگه اوجا برم یادم بره دیگه چیز بیارم از بجاش کار خوبی نمیشه. باز همون کتابچه که باشه اوجا یادداشت سیر میکنم چیزی را که گفته بودن مطابقم میارم، خیلی مفید برام تمام میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم احسان تخلص فیضی از ولایت غور هستم و امرو میخوام درباره یادداشت صحبت کنم. یادداشت از یک عمل و فواید خیلی مفید داره. من مثلا که هسته من رادیو گوش میکنم، بعضی رادیو هست، من مثلا رادیو قرآن کریم اگه خبر داشته باشین، یک رومه یک خاطر جالبی دارم. برای کتابچه من هسته به درباره قرآن کریم چند تا معلومات بداد، اگه میل بگرفتم یادداشت کردم و برفتم مکتب و سوال قرآن کریم درباره قرآن کریم چند سوال از من کلمه یاد داشتم و من جایزی هم بداد، اگه من خوشحال استم. ما میگم زنده خوب باشی لالا ماما، بسیار یک موضوع اساسی را به ما گفتی. آه اگه گپا و موضوعات مهم در کتابچه نوشته کنیم بسیار خوب است و هیچ وقت یادمون نمیره. از شما چی پد؟ کتابچه که در جیبتان باشه هر دقیقه خوانده میتونین و با آسانی امو یادداشته حفظ کرده میتونین. لالو ماما از همینجا که خانه برم از را دو تا کتابچه یادداشت، یکی به خدا یکی به شبانه خورم میخرم بخیر. از شما چی پد؟ او روز درباره یک نوشته بسیار قدیمی یک مطلب شنیدم. چی رقم نوشته قدیمی لالو ماما؟ کدام شاعر جوان انگلیسی چند قطع شعرش در یک کتابچه نوشته کرده و اما تو کدام جای مانده و چند سال بعد پیدا شده که حال به بسیار قیمت زیاد خرید و فروش شده. لالو ماما خی بگی دمی باره بر ما صحیح معلومات بده که بفهمیم. چرا نه؟ نه باش تو که معلومات مکملش در این فیلم در تلفنم است، براتان روشنش کنم. نه خودتان ببینین و بشنوین. نه یک کتاب شعر مینوتوری شده با قلم شارلوت برونتا با قیمت 1,250,000 دلار فروخته شد. این کتاب یکی از ارزشمندترین دست‌نوشته های ادبی تاریخ است. شارلوت برونتا این کتاب شعر را در سن 13 سالگی نوشته بود. نام شاعر شارلوت برونتا بوده که کتاب در 13 سالگی به دست خود نوشته کرده. مینوتوری چی مانا؟ یک مجله خوانده بودم که خیرقب رسامی و نقاشی بسیار مقبوله. مینوتوری میگه از شما چی پد؟ بشنوین که نتاق دیگه معلومات میده. این کتاب دستنویس 15 صفحه دارد. این کتاب به سال 1829 میلادی تعلق دارد و شامل مجموعه از 10 شعر چاپ نشده از شارلوت برونته جوان است که کتاب قافیه ها نام دارد. اوه ما فکر میکردم 100 صفحه خوشایند داشته باشه، آخرم 15 صفحه داشته. گفت دقت شعر در این کتاب است و این کتاب هم به نام کتاب قافیه ها یاد میشه و تا حال چاپ نشده. قابل یادآوری است که شارلوت برونتا نویسنده و شاعر انگلیسی بود که در سال 1816 به دنیا آمد و در سال 1855 میلادی وفات یافت. من خیالم که
فیلم معلوماتی هم قبود لالو ماما. آها شبانه جان، فیلم خلاص شد. باش تو که تلفون ما خاموش کنم و در جیبم بانم. لالو ماما، ای دری چرا که شنیدم اهمیت و ارزش یادداشت نوشته کردنه بیخی زیاد فهمیدم. آه بی بی که فقط 15 صفحه از یادداشت‌های یک شاعر 13 ساله 1,250,000 دلار فروخته شده. تقریبا 90 میلیون افغانی و هم به دقیقه تشیر بسیار زیاد است. صابر لالا بریم دیگه که نوخت میشه. از شما چی بود؟ چند دقیقه دیگه هم صبر کنین که دریچه شنونده را براتان باز کنم. چطور که امروز بدون خواهش ما دریچه شنونده را باز میکنی لالا ماما؟ حتما کدام گپ جالب داره. از شما چی بود؟ صدای یکی از شنونده های ما را میشنویم که از برنامه های ما شما یاداش میگیره. باش تو که دریچه را باز کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. نام محمد الله عزیز السلیم مسیحیم. ما شنونده برنامه یک قصر آزار دریچه هستم. ما از این برنامه بسیار گپا یاد گرفتم و در زندگی خود عملی کردم. به خاطر از یک قصر آزار دریچه که ما معلومات میشنم به کتابچه نمیشته میکنیم. ما یک کتابچه دارم که از یک قصر آزار دریچه ما چی معلومات میشنم باز در کتابچه یادش میکنم که از یادم نروه باز که برنامه خلاص شد ما باز ای تکرار میکنم او ما بسیار معلومات از این میگیرم. آفرینش، نامش ویدولا بود؟ آه گفت با برنامه یک قصر و آزار دریچه بیخی یک کتابچه جدا داره و معلومات برنامه را در مو کتابچه یادش میگیره. از شما چی بود؟ تاله یک رنگ میگفتین که میریم که ناوقت نشه. حال قصه که در روان هستین. آشپزه بگویم که به نان شب تیاری بگیره چطور؟ نه اینه میریم لالو ماما. اما پیش از رفتن باید از خودت تشکری کنیم که امروز بسیار معلومات جالبه بر ما گفتی و دریچه خوبش آواز کردی. من خود باره یاداشت نوشته کردن بسیار گپاره یاد گرفتم و فایدهشان فهمیدم. معلومات درباره یکی از قیمتی ترین دست نوشته ها و یاداشت های کتاب شعر شارلوت برونته شاعر جوان انگلیسی بسیار جالب بود. آه کتابش فقط 15 صفحه داره اما بیش از 1,000,000 دلار خرید و فروش شده. ای گپا را خوب فهمیدین؟ آل صابر جان ای را بگو که امو گپی را که نو آمدی میخواستی از ما پرسان کنی یادت رفته بود؟ دوباره به یادت آمدی یا نه؟ بله لالا ماما. او چشم ما روشن که حافظه جور شده. خی بگو که چی بود؟ ای به یادم آمد که یک گپ به گفتن داشتم. اگه یادداشت میگرفتم حال یادم نمیرم. لالو ماما من خود گفتم که یک هفتم صابر لالم چرت بزنه گفه که یادش بره به یادش نمیایه. خوب است که خانه بریم که نوخت ما نشه. از شما چی بود؟ حال که رفتین همی معلومات با دیگه دوستکایتانم بگوین. آه یادتان باشه یک کتابچه یادداشتان برتان بخرین و معلومات را که امروز یاد گرفتین دو یاداش کنین. سیست لالو ماما. ما دیگه رفتیم. خداحافظ. بخیر برین. دوستای خوب ای برنامه یک قصر آزار دریچه را که شنیدین عبدالصبور جانباز در مؤسسه تعلیمی افغانستان براتان نوشته و جور کرده بود. معلومات را که از برنامه یاد گرفتین با دیگه دوستایتان شریک بسازین. تا هفته های بعدی خدا نگهدارتان. جهان ما، آینده ما.